وقت شما عزیزان به خیر و شادی باد یکی از واجه هایی که بعد از ایمان به مسیح مدام میشنویم کلمه عدالت است یعنی مراعات حقوق افراد که درش نه ظلمی باشه و نه تبعیزی اما ریشه کتاب مقدسی اون در کنار تعاریف مشابه اون یعنی کامل یعنی بدون عیب بودن و در مزمور هفت یازده میخوانیم که کلام خدا اعلام میکنه زیرا خدا عادل است و عدالت را دوست دارد و راستان روی او را خواهند دید بنابراین خدا نیز کامل هست و نیز کسایی که در مسیر کاملیت قدم برمیدارند در راستی در عشق در محبت قدم برمیدارن از چشم خدا نگاه میکنن با گوشهای خدا میخوان بشنون با دهان خدا میخوان سخن بگن که آنچرا که درست هست را انجام داده باشند آنان نیز عادل هستند چرا که ما در رومیان پنج یک میخوانیم آنانی که مسیح ایمان آوردن به توسط مسیح نیز عادل شمرده شدند هرچند در سختی ها و مشکلات موقعیت هایی برای ما پیش میاد که بهانه ها و دلایلی داریم که برفرض اینجا یک دروغی بگیم اینجا یک کلکی بزنیم اما این رو بدونیم که ما که فرزندان خدا هستیم حتی در جفا حتی در موقعیت هایی که ما توهین میکنن و تهمت میزنن که اصلا روانیست ما این اجازه را نداریم که از عدالت خدا دور بشیم یعنی نگاهمون رو نباید از خدا دور کنیم چرا که مسیح نیز ما رو خونده مطابق متا 548 کامل شویم همچون خدای پدر در رفتار در سخن در تصمیماتمون و در دوم قرنتیان 6 3 ما میبینیم که پولس رسول من از کتاب مقدس شریف براتون میخونم این گونه اعلام میکنه اما نمیخواهم به هیچ وجه باعث لغزش کسی بشویم مبادا نقصی در خدمت ما یاف شود یعنی از اون دایره عدالت ما نمیخوایم دور بشیم هر تا در سختی ها بلکه میخواهیم با هر کاری که میکنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم یعنی با تحمل زحمات و سختی ها دشواری ها ما در شلا خوردن ها حبس ها شورش ها بیخوابی ها گرسنگی ها و تلاش ها و همچنین با خلوص نیت معرفت صبر حوصله و مهربانی نشان میدهیم که خادمان خدا هستیم تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بیریا در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام میدیم یعنی بدون اینکه بخوایم ما تفکرات انسانی رو داشته باشیم که غالب بر عدالت خدا بشه و نیز ادامه میده تنها اسلحه ما هم در دفاع و هم در حمله داشتن زندگی پاک و بی هست. است گاه احترام و گاه بی احترامی می بینیم. گاه مورد لعن و گاه مورد ستایش هستیم ما را افرادی دروغگو میشمرند حال آنکه راست راستگو هستیم گمنام ولی در عین حال مشهوریم به حال به مرگ افتاده ایم ولی هنوز زنده ایم ما شکنجه می بینیم ولی به قتل نمیرسیم رسیم غمگین ولی پیوسته شادمانیم ما چون گدا فقیریم ولی در عین حال بسیاری را دولتمند می سازیم بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم پولس رسول اعلام میکنه در هر شرایط و در هر موقعیت میبایست اراده خدا را خواست در مسیر اراده خدا عمل کرد قبل از اینکه عملی رو انجام بدیم اجازه بدیم تصمیم خداوند اراده خداوند نیز بر ما حاکم بشه نسبت به اون عملی که انجام میدیم که مبادا پشیمان بشیم مبادا مردم که منتظر هستن ببینن عدالت خدا چگونه در فعل روی زمین هست و ما رو ببینن با رفتار ناشایستی ما اونها نیز لغزش بخورن همچنین ما در نامه افوسوسیان چهار نیز میخوانیم که اعلام میکنه به روح و ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و در قدوسیت حقیقی آفریده شده است را بپوشیم هر روزه هر صبحگاهان در حضور خدا رفته و از خداوند برکت اراده او رو بخوایم برای تمام اعمالی که براش زنده هستیم و نیز زندگی میکنیم